سلام به همه، به یه اپیزود ویژه دیگه از رادیو آفساید خوش اومدید. من مرتضی هستم و خوشحالم که این شانس رو به دست آوردم که با مهمون امروزمون حرف بزنم. اون مسئول بخش منچستر یونایتد خبرگزاری گله و سابقه همکاری با روزنامه منچستر ایونینگ نیوز رو داره. شارلوت دانکرک، خیلی خوشحالم با ما اینجایی و ازت تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردی. ممنون واسه دعوتتون. دوست دارم با شرایط الان فوتبال بحثمون رو شروع کنیم. بازیکنهای منچستر یونایتد با شرایط چجوری دارن کنار میان؟ شرایط پیش اومد که قبلا هیچ وقت سابقه برخورد باهاشون رو نداشتیم. میخواستم بدونم باشگاه منچستر چه برنامه‌ای داره و آیا میتونیم به زودی ببینیم که به تمرینات برمیگردن؟ آره، الان چند ماهه که تمرینات برگزار نشده، اما خب از طرف باشگاه به همه برنامه‌هایی داده شده که توی خونه انجام بدن. بهشون هم اجازه دادن که اگه میخوان برگردن به کشورهای خودشون. واسه همین برونو فرناندز، سرجیو رومرو، ویکتور لیندلوف و یه چند تایی تصمیم گرفتن که برگردن به کشورهای خودشون و اونجا قرنطینه بشن. به همشون برنامه تمرینی داخل خونه داده شده و به طور مرتب با بدنسازا همینطور روانشناسای باشگاه حرف میزنن تا مطمئن بشن که بازیکنها سالمن و مشکلی ندارن. ولی خب خیلی سخته، چون که معلوم نیست کی قراره برگردن. آیا اصلا برمیگردن؟ و خب هنوز باشگاه ها میخوان که لیگ رو ادامه بدن. همین امروز یه جلسه بوده و توش همه باشگاه ها رأی دادن که وقتش تمرینات توی گروه های کوچیک این هفته شروع بشه و بعد آروم آروم برسن به تمرینات عادی. از طرف بوندسلیگا هم این آخر هفته شروع شد و مطمئنن اون رو هم بررسی میکنن تا ببینن چه جوری پیش میره. تا الان بازیکنها خودشون به طور فردی کار کردن، هرچند که یه تعدادی از بازیکنها هم تو روزهای اخیر توی پارکا با هم دیده شدن که با فاصله دارن با هم توپ کار میکنن، چون که خب هرچند میشه تنهایی بدنسازی کرد، اما کار با توپ حتما باید گروهی باشه و انفرادی نمیشه. فکر کنم پوگبا، ویکتور لیندلوف، آندرس پریرا تو پارکا بودن تو این چند روز. آنتونی مارشیال یک بار دیده شده، مارکوس رشفورد با یکی از مربیای یونایتد دیده شده و بنابراین همشون دارن سعی میکنن که آروم آروم آماده بشن تا توی جون برگردن به تمرینات. یک شنبه بازیکن‌ها رفتن به زمین تمرینی باشگاه تا تست کرونا بدن و همونطور که گفتم قرار این هفته تمرینات رو شروع کنن. البته زمان دقیقش رو هنوز ندادن. خلاصه این که جالبه که ببینیم چه اتفاقی میفته. آدمایی مثل سرخیو آگوئرو و رحیم استرلینگ اعلام کردن که خیلی خوشحال نیستن که قراره برگردن به بازی. و آدم حس میکنه که یه سری دیگه از بازیکن‌ها هم با اون دوتا موافقن. چون خب ویروس هنوز هست و یه سری آدم دارن به خاطر کرونا میمیرن. بنابراین نگرانی بازیکن‌ها قابل درکه. ولی خب سعی شده که قدم‌های درست برای سلامتی بازیکن‌ها و محیطشون برداشته بشه. درباره بازگشایی لیگ حرف زدی. آیا هیچ تاریخی اولیه‌ای وجود داره که قرار بازی ها کی از سر گرفته بشن؟ قرار 12 جون باشه زمان بازگشایی لیگ. ولی هرچی نزدیکتر میشیم بهش بعیدتر به نظر میاد که بشه اینقدر زود شروع کرد. شاید حدود 20 جون بشه لیگ رو شروع کرد. ولی بازم میگم که من فکر میکنم که این موضوع بستگی داره به اینکه تمرینات چجوری پیش بره. مثلا اگه یه بازیکن مبتلا به کرونا بشه و کل تیم مجبور بشن که واسه 2 هفته قرنطینه بشن و دوباره فردی تمرین کنن، که خب خیلی فرق داره با تمرینات گروهی، اینجوری هی مجبور میشیم که چند تا پیچ فصل کوتاه داشته باشیم برای اینکه بشه هر 3 روز یک بار بازی کرد. پس فکر میکنم که مشکل اینه که تو هر تاریخی بخوای میتونی بذاری، اما در نهایت همه چی بستگی داره به اینکه تمرینات توی روزهای آینده چجوری پیش میره. مثلا فکر کنم که نیوکاسل میخواد فردا برگرده به تمرینات. بنابراین شاید ظرف چند هفته که باشگاه ها توی تمرینات بودن و شرایط رو زیر نظر داشتیم،
بهتر بشه تصمیم گرفت که زمان مناسب شروع لیگ کی باشه. خب میخوام یکم بحث رو عوض کنم و درباره منچستر یونایتد بعد از فرگوسن حرف بزنیم. از بعد از فرگوسن ما 4 تا مربی خیلی متفاوت توی یونایتد داشتیم. 4 تا مربی که از نظر فلسفه و بازیکنایی که به دنبالش بودن خیلی متفاوت بودن. و همین دقیقا باعث شد که دوران گذار بعد از فرگوسن خیلی سخت باشه. میخواستم ازت بپرسم که به نظر تو چی باعث شد که اینقدر شرایط سخت بشه؟ آیا مربی‌ها به اندازه کافی حمایت نشدن یا برنامه‌ای لازم برای این دوران گذار به خوبی طراحی نشده بودند؟ میدونم که فقط یه عامل نیست، اما میخوام بدونم نظر تو چیه؟ همون جور که گفتی عاملای مختلفی داشت. اگه با آخرین تیمی که فرگوسن باهاش قهرمان شد نگاه کنی، میبینی که فرگوسن خیلی خوب کار کرد که تونست باهاشون قهرمان بشه. خیلی از اون بازیکن‌ها آخرای دوران بازیشون بود و باید براشون جانشین پیدا میکردن. همونجور که میدونی دیوید مویس اومد، بعدش فن خال، بعدش مورینیو، و خب حقیقت اینه که اونا هیچ کدوم گزینه مناسب نبودن و برای همین برای استخدام بازیکن به مشکل برخوردن. اگه به بازیکنایی که یونایتد از زمان جدا شدن فرگوسن سعی کرده به خره نگاه کنی، میبینی که اسمای بزرگی بودن، مثل آنخل دیماریا که اصلا به درد نمیخورد. شاید اشتباه ترین خریدی که منچستر توی تاریخش کرده. و خب یه ترکیبی بود از مدیریت بعد و بازیکنهای نامناسب و هوادارهایی که از مربی حمایت نمی کردن چون که سبک بازی تیم رو دوست نداشتن. مثلا زمان فنخال بعضی بازی ها واقعا خسته کننده و بد بودن. اگه با بازی الان تیم مقایسه کنی، تفاوت رو میتونی ببینی. تیم مورینیو هم همینطور بود، اما خب تفاوتش این بود که دوم شد با تیم و بعدش گفت که این بزرگترین موفقیتش بوده که تونسته با این تیم دوم بشه. و خب وقتی نگاه میکنی به تیم با خودت میگی که آره، شاید واقعا موفقیت بزرگی بود با اون تیم دوم شدن. اما مشکل با مورینیو این بود که از فلسفه یونایتد فاصله داشت. مربی خیلی دفاعی بود و الان میبینیم که مربی هایی مثل کلوپ و گواردیولا بازی های خیلی تهاجمی زیبا و با مالکیت بالا میکنن. و یونایتد اصلا توی اون مسیر نبود. آره، شاید بعضی وقتا برده 1-0 رو به زور می گرفتن، اما هوادارا خوشحال نبودن چون به سبک سنتی یونایتد وفادار نبود تیم. وقتی هم که سولشر اومد دیدیم که چه سری همه چیز بهتر شد، چون سولشر درک میکنه که یونایتد باید چه جوری بازی کنه. سبک بازی رو عوض کرد، بازی تهاجمی پر از ضد حمله. و آره، نتیجه های بدی هم تیم زیر نظر سولشر گرفته، اما خب میتونیم درباره نقش سولشر بعدن حرف بزنیم. ولی اگه به 4 تا مربی دائمی که بعد از بعد فرگوسن اومدن فکر کنیم، میبینیم که سولشر بیشتر از همه با ایده و فلسفه باشگاه هماهنگه. و اگه به تیم‌های پایه و مربیاشون نگاه کنی، اونا همشون میخوان یه بازی تهاجمی و زیبا با خط دفاع محکم داشته باشن. ولی توی دوران مویس، فن خال و مورینیو تیم اینجوری بازی نمی‌کرد و برای همین هوادارا ازشون حمایت نمی‌کردن و نتایجم خوب نبود اصلا. بعد اگه به سطح بازیکنایی هم که اومده بودن نگاه کنی، کامل می‌فهمیدی که هیچ چیز جفت و جور نبود. بعد توی پشت صحنه هم مالکای باشگاه رو داشتیم که هوادارا اصلا باهاشون حال نمی کردن. بعد سوال بود که آیا دارن پول کافی سرمایه گذاری می کنن که باشگاه بتونه با سیتی و لیورپول رقابت کنه؟ و اصلا آیا پول درست داره خرج میشه؟ اد وودوارد خیلی تحت فشار بود که دنبال بازیکنهای مناسب نمیره. و خب من فکر میکنم که سیاست های نقل و انتقالاتی نامناسب باشگاه خیلی مشکل ایجاد کرد. و الان کم کم میشه دید که باشگاه توی مسیر درسته. خب این جوابت خیلی سوال تو ذهن من ایجاد میکنه. به تنش بین هوادارا و مدیریت و به خصوص اد وودوارد اشاره کردی، ولی خب قضیه اینه که همین مدیریت با فرگوسن هم کار کرده و توی آخرهای دوران فرگوسن نتایج خوبی هم گرفتن. پس چی شد که بعد از فرگوسن سیاست های نقل و انتقالاتشون به مشکل خورد؟
some good results at the end years of Ferguson. من فکر می‌کنم که تفاوت اینه که دیوید گیل هم همزمان با سر الکس فرگوسن باشگاه رو ترک کرد و فکر نمی‌کنم که بشه از اهمیتش شش پوشی کرد. وقتی که الکس فرگوسن رفت همه چی تغییر کرد و فقط یه آدم عادی نبود که بازنشسته شده بود. دیوید گیل هم که خیلی تأثیر داشت توی تیم همزمان با فرگوسن باشگاه رو ترک کرد. و بنابراین درست هرچند که گلیزرها توی اواخر دوره فرگوسن مالکای یونایتد بودن، اما فرگوسن هم اونجا بود و قدرت زیادی هم داشت. میدونست که دقیقاً چی میخواد و با دیوید گیل هم ارتباط کاری خیلی خوبی داشت. و خب وقتی فرگوسن رفت، همه اینا از بین رفت. آره درسته. الان دو سالیه که درباره پست مدیریت ورزشی توی یونایتد بحث میشه و خیلی‌ها معتقدن که اگه این پست توی سلسله مراتب سازمانی تعریف بشه میتونه خیلی کمک کنه به یونایتد. سوال من اینه که تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که خوب میشد اگه یه نفر بین مربی و وودوارد بود که میتونست خواسته‌هاشون رو به هم نزدیک کنه؟ و اینکه آیا الان در حال حاضر دنبال کسی می‌گردن برای این پست یا نه؟ فکر کنم اولین باری که درباره مدیر ورزشی صحبت شد موقعی بود که مورینیو اخراج شد. بنابراین نزدیک دو ساله که این بحثا هست. ولی الان در حال حاضر فکر نکنم این چیزی باشه که دنبالش باشن. بازیکنایی که سولشر این تابستون آورد رو اگه نگاه کنی، مگوایر، آرون ون بیساکا و دانیل جیمز بودن که هر ستاشون خریدهای خوبی بودن که ترکیب رو تو جاهایی که لازم بوده بهتر کردن. برونو فرناندز هم که ژانویه اومده نشون داده که خرید فوق‌العاده‌ای بوده. بنابراین تو این لحظه به نظر میاد که تصمیمات سولشر توی نقل و انتقالات، اونم بدون مدیر ورزشی، تصمیمات خوبی بودن. مشکلی که خیلی از هوادارا با وودوارد داشتن اینه که وودوارد یه بیزینسمنه و توی اون قسمت کار خیلی خوبه. قراردادهای تبلیغاتی یونایتد رو اگه نگاه کنی داره بیشتر و بیشتر میشه و فکر کنم که همه هوادارا باید بدونن که خیلی خیلی مهمه. اگه به شرایط پاندمی که حال حاضر نگاه کنی، میبینی این که هنوز داره پول به باشگاه تزریق میشه از طریق همین قراردادهای تبلیغاتیه و به باشگاه کمک میکنه که توی نقل و انتقالات پول خرج کنه. خیلی از باشگاهایی که به اندازه یونایتد قراردادهای تبلیغاتی ندارن یا اینکه برندشون به بزرگی یونایتد نیست، به مشکل مالی خوردن و نمیتونن این تابستون پول خرج کنن. بنابراین توی سمت اقتصادی کار وودوارد خیلی خیلی خوبه، اما مشکل اینه که وقتی به فوتبال و قراردادها و خود بازی میرسیم، وودوارد و مورینیو با هم موافق نبودن. حقوق بازیکن‌ها و ارزششون و اینکه یه بازیکن چقدر میتونه به تیم کمک کنه تا به چمپیونز لیگ برسه و یا جام ببره، مشکلاتی بودن که وودوارد توی سالهای گذشته داشته. بنابراین من فکر میکنم که وودوارد توی کار اقتصادی که قراره بکنه خیلی عالیه، اما شاید اگه یه مشاور فوتبالی داشت، یک کسی مثل ادوین فندرسار که توی آیاکس داره همین کارو میکنه، میتونست خوب باشه. به نظر میاد که الان مجاج داره به جای وودوارد مذاکرات نقل و انتقالات رو انجام میده. البته وودوارد هم هنوز نقش داره، اما یه ساختاری به نظر میاد به وجود آوردن که نقش هر کس مشخصه. و خب مثلا اگه به قرارداد برونو فرناندز توی ژانویه نگاه کنی که خیلی طولانی شد، شاید بگی که بهتره یه آدم بهتر رو واسه این کار بیارن، اما الان به نظر نمیاد که دیگه ضروری باشه. یکم درباره نقش اوله هم حرف زدی. به نظر اومد که فکر میکنی که موفق میشه. اگه درسته میخواستم یکم توضیح بدی که چرا؟ چون که خیلی تیمش بالا و پایین داشته، اما همیشه بهش امیدواری بوده که موفق میشه. هرچند شاید الان کمتر شده باشه اون امیدواری که اوله بتونه باشگاه رو به روزهای پر افتخارش برگردونه. چی توش میبینی که فکر میکنی موفق میشه؟
من الزاماً نمیگم که اوله بهترین مربی لیگه یا بهترین مربی که یونایتد میتونست داشته باشه، اما خب فکرم نمی کنم که شغلش در خطر باشه. موقعی که اواسط لیگ یونایتد داشت نتایج بعدی میگرفت، شایعاتی اومد بیرون که برد بر علیهشه، اما کاری که کردن این بود که بهش اعتماد کردن و تصمیم گرفتن که بهش زمان بدن تا ترکیب رو از نو بسازه. و من فکر میکنم که اگه این تصمیمیه که اون موقع گرفتن، به شرطی که یونایتد لیگ و وسطهای جدول تموم نکنه، اون وقت باید همین سیاست رو ادامه بدن. ما داریم کم کم میبینیم که ترکیبی که اوله دنبالشه آروم آروم داره شکل میگیره. نتیجه ها یکم بهترن، دارن سعی میکنن که سهمیه چمپیونز لیگ بگیرن، هنوز توی اف ای کاپ هستن، هنوز توی لیگ اروپا هستن و خب این فصل هنوز میتونه فصل موفقی باشه اگه کرونا اجازه بده. فکر میکنم که سخت بوده براش، چون فصل اولی بوده که کنترل کامل تیم رو به عهده داشته و یه سری بازیکن جدید آورده و سبک خودش رو جا انداخته و تازه داره میبینه که همه چیز داره روی ریل میفته. اگه این پیشرفتشون ادامه پیدا کنه و همینطور نتیجه بگیرن، اون وقت برد باشگاه هم بهش اعتماد بیشتری میکنه. تا الان برد بهش اعتماد کرده و زمانی که لازم داشته و سرمایه‌ای که میخواسته رو بهش دادن. بنابراین باید همینجور ادامه بدن، وگرنه برمیگردن به موقعی که مورینیو رو اخراج کردن، موقعی که نمیدونستن کیو بیارن و آیا آدم جدیدی که میارن فلسفهش به فلسفه باشگاه میخوره یا نه، و خلاصه همه چی از اول شروع میشه دوباره. بنابراین تنها کاری که باید بکنن اینه که زمان بدن و هر کاری غیر از این منطقی نخواهد. من باید اعتراف کنم که مصدومیتم خیلی به اوله فشار آورده، به خصوص اول فصل. سعی میکرد که ستای جلوش رو مشخص کنه، اونم با مارسیال که روی فرم نبود و مشکلاتی که اول رشفورد بود که جورایی داشت توی پست غیر تخصصیش بازی میکرد. من فکر میکنم که اشکال کار اونجایی بود که به جای بهترین گلزن فصل پیششون کسی رو نگرفتن، اجازه دادن که لوکاکو بره. فکر کنم که از همون اول معلوم بود که لوکاکو میخواد بره و کلی وقت داشتن که به جانشینش فکر کنن و بازیکن جدید بیارن. البته باید بگیمم که اوله میخواست به گرین‌وود فرصت بده و دادم، اما خب بازیکن خیلی جوونیه و وقتایی که بهش فرصت داده شدم خوب بوده، اما فشار زیادیه که بذاریم روی دوشه یه بازیکن 18 ساله و به خصوص فشار زیادی روی رشفورد هم بود. اونم هنوز نسبتاً جوونه و دیدیم که مجبور شدن توی ژانویه ایگالو رو بیارن چون رشفورد مصدوم شده بود و دیگه اصلا مهاجم نوک توی ترکیب نبود. بنابراین آره، من معتقدم که جانشین نیاوردن برای لوکاکو توی تابستون اشتباه بود و به همین خاطرم هست که دنبال اینن که هر وقت نقل و انتقالات باز شده یه مهاجم بگیرن. به شایعات نقل و انتقالاتی هم میرسیم، اما قبلش میخواستم درباره نقش مکن و کری حرف بزنیم. چقدر این دوتا توی تیم مربیگری یونایتد نقش داشتن؟ آره، این دوتا توی طول فصل بهشون انتقاد زیاد بود، چون که مکن خیلی جوونه و کری هم مستقیما از بازیکن تبدیل شد به مربی. ولی اگه با بازیکن‌ها حرف بزنی میبینی این دوتا تمرینات رو انجام میدن و سولشر فقط نظارت میکنه به تمرینات. فرد به خصوص خیلی از کریک تعریف میکنه و میگه که بهش کمک کرده تا بازیشو بهتر کنه. چون اگه یادتون باشه فرد وقتی اومد به تیم و زیر نظر مورینیو خیلی تحت فشار بود، نمیتونست جای خودشو توی تیم و ترکیب اصلی پیدا کنه. اما این فصل یکی از بازیکنهای خیلی خوب یونایتد بوده و حسابی از کریک تعریف کرده که تمرینات شخصیش با کریک خیلی بهش کمک کرده تا بهتر بشه. و خب من فکر میکنم چون کریک هم مثل سولشر بازیکن قدیمی باشگاه بوده، کاملا متوجه شرایط هست و تیم مربیگری واقعا مثل یه تیم عمل میکنه. توی شروع فصل من با کریک صحبت کردم، میگفت که ما مثل یه تیم عمل میکنیم و کارها فردی پیش نمیره و هرچند که سولشر مربی تیمه، اما بقیه هم نظرشون رو میگن و خلاصه به نظرم انتقادهایی که به کریک و مکنا شده عادلانه نیستن. من یه سوال دیگه هم درباره بورد و گلیزرها دارم. شایعاتی بود که یکی از گلیزرها میخواد سهامش رو بفروشه و حرفایی از این هم بود که سعودی‌ها دنبال خرید سهام یه باشگاه توی بریتانیا هستن، که خب قضیه نیوکاسل پیش اومد.
فکر میکنی هنوز شانسش وجود داره که گلیزرها باشگاه رو بفروشن؟ الان تو این لحظه من بعید میدونم، هرچند که این چیزی که خیلی از هوادارا میخوان، اما خب تا وقتی که گلیزرها دارن از باشگاه پول در میارن، برای چی باید بخوان بفروشن؟ خیلی به ندرت میان توی اولترافورد که بخوان توهینای هوادارا رو بشنون، بنابراین حتی وقتی هم که میشنون که هوادارا ازشون بدشون میاد، بعید میدونم اذیت بشن و یا اهمیت بدن. همونطور هم که گفتی، سعودی ها احتمالاً میخوان نیوکاسل رو بخرن و آره، حرفش بود که شاید بخوان یونایتد رو بگیرن، اما به نظر من شایعات خریدن یونایتد توسط سعودی ها درست نبود و خوب که فکر میکنم اینا چیزاییه که هوادارا دوست دارن بشنون، ولی فکر نمیکنم که حقیقت داشته باشه. حالا میخوام یکم درباره نقل و انتقالات صحبت کنم. فکر میکنم بزرگترین داستان درباره منچستر داستان پوگبا بوده. و اینکه آیا میمونه یا میره. اینکه میبینیم رایولا میاد به مدیرای باشگاه حمله میکنه و از پوگبا حمایت میکنه و واکنش‌های شدیدی طرفدارا داشتن نسبت به عکس و ویدیویی که پوگبا از خودش تو ماشین گذاشته بود. به جای اینکه با تیم تمرین کنه. تمام این داستان ها نسبت به پوگبا بوده. تو خودت یه مطلبی نوشتی درباره این که سولشار خوشحال میشه ترکیب اون رو تو زمین با برونو ببینه. خلاصه کنم، بالاخره پوگبا میمونه یا میره؟ من فکر میکنم بزرگترین مشکلی که این تابستون هست اینه که هیچکی نمیدونه این تابستون چه اتفاقی درباره نقل و انتقالات میفته. همه تیما قبلا برنامه بی نقصی داشتن که کی بمونه، کیو بفروشن، چقدر پول به ازای هر بازیکن میگیرن و شرایط الان این معنی رو داره که هیچ کدوم از این برنامه ها مشخص نیست اتفاق بیفته. قیمت پیشنهادی بازیکن‌ها احتمالاً کم میشه و من نمیتونم تصور کنم که ترانسفر 100 میلیون دلاری که صحبتش بوده اتفاق بیفته. تابستون قبل دنبال 160 تا 180 میلیون بودن، ولی هیچ تیمی پاپیش نگذاشت که بتونه چنین پولی رو بده. حتی با توجه به شرایط اقتصادی الان، یونایتدیا ساده لوح نیستن و میدونن که اگه میخوان از دستش راحت بشن، باید قیمتش رو کاهش بدن. و نمیخوان ارزون بفروشنش، اما کجا میخواد بره؟ رئال مادرید یا یوونتوس؟ این دوتا تیمی هستن که بیشتر از همه حاضر به قرارداد بستن باهاش بودن. آیا اونها تو شرایطی هستن که 80-90 میلیون این تابستون خرج کنن؟ جواب واقع گرایانه اینه که در این شرایط که هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی میفته به خاطر پاندمیک، آیا لیگ برتر پایان پیدا میکنه یا نه؟ چقدر پول، چقدر لحاظ مالی تیم ها تحت تاثیر قرار می گیرن و بعد به خارج از لیگ برتر نگاه می کنی که سری آ شروع میشه. ولی اگه اون اتفاق نیفته، تمام این پیامدها و تاثیرش روی تیم ها اینو نشون میده که پنجره نقل و انتقالات مثل همیشه نخواهد بود. وودوارد اومد و اخطار داد که تابستون امسال مثل همیشه نخواهد بود و منچستر میخواد این تابستون ترانسفر داشته باشه و یکی از معدود باشگاه‌های خواهند بود که میتونن خرج کنن، چون همونطور که صحبت کردیم تو شرایط مالی خوبی نسبت به باشگاه‌های دیگه هستن. بنابراین میتونن بیان و بازیکن بخرن، اما قطعا 200 میلیون پوند برای هری کین پرداخت نخواهند کرد که قبل توقف مسابقات مطرح بود و فکر میکنم شرایط مشابهی برای پوگبا هست. آیا باهاش ادامه میدیم؟ آیا نگهش میداریم؟ ولی خب واقعیت اینه که قراردادش داره به پایان میرسه. یه دوراهی بزرگ واقعیت، اما همونطور که خودش قبلا گفته، آماده است که چالش‌های جدیدی رو تجربه کنه جای دیگه. و رایولا آشکارا گفته دنبال مشتری جذب کردن براش تا بتونه یه جای دیگه یه معامله‌ای رو صورت بده. اما وقتی که شرایطش مناسب باشه، چون نمیخوان که ارزون از دستش بدن. و همونطور که سولشه گفت که آیا میشه که برونو و پوگبا رو کنار هم ببینه؟ آیا این ممکنه؟ بله قطعا ممکنه. الان دیدیم که تو بهترین روزش پوگبا چه بازیکن تراز اولیه و آمادگی برونو رو هم دیدیم توی تیم.
آره منم فکر میکنم که یه همکاری فوق‌العاده میشه، به خصوص اگه پوگبا بتونه تو ساعتی که استعدادش داره بازی کنه. خب به نظر میاد که هنوز ترانسفرها اطلاعات دقیقی دربارشون نیست، اما یونایتد هدف نقل و انتقالاتی خاصی داره یا پست خاصی هست که پوششش براشون اولویت باشه؟ جیدن سانچو هدف اصلی نقل و انتقالات بوده. مدتی اونا که باید سمت راستشون رو پوشش بدن و نیازش مدتی بوده که وینگر راست رو کاور کنن و البته سنتر فوروارد که نیاز دارن، مثلا اگه برای رشفورد اتفاقی بیفته. البته جالبه که اونا ایگالو رو دارن ولی قرارداد قرضیش آخر می به پایان میرسه. بر اساس قوانین نقل و انتقالات لیگ برتر میتونستن قراردادش رو تمدید کنن تا تابستون، ولی شانگهای شینوا اونو برای شروع سوپر لیگ چین که شروع میشه میخوان. این شرایط رو سخت میکنه برای اینکه اون داره رویاش رو زندگی میکنه، برای باشگاه دوست داشتنی بچگیاش بازی میکنه و دوست داره بمونه، ولی قرارداد قرضیش به پایان میرسه و باشگاه اصلی اون رو میخواد. آیا یونایتد یه قرارداد دائمی بهش پیشنهاد میکنه؟ صحبتش هست که باشگاه چینی حدود 20 میلیون درخواست کرده. به خاطر همین تمام جوانب رو در نظر بگیریم، گزینه اول به نظر نمیاد. ولی زمان به نفع یونایتد نیست، به خاطر اینکه چند هفته با پایان لیگ دارن و قرارداد قرضیش به پایان میرسه. جدا از اون، اونا یه بازیکن برای هافبک در نظر دارن و این سه تا پستیه که امیدوارن که تقویت کنن. ولی جالبه که ببینیم کی رو با چه قیمتی به دست میارن با توجه به شرایط الان. یه گزارشی بود امروز که استون ویلا 80 میلیون میخواد برای جک گریلیش. فکر می‌کنم همچین چیزی اتفاق میفته. من خودم به شخصه تو این شرایط 80 میلیون پوند نمیدادم. نکته همینه که آیا باشگاهی میره 80 میلیون پوند برای یه بازیکن خرج کنه؟ به نظر نمیاد و حتی اگه اونقدر پول رو داشته باشن و خرج کنن، انتقاد شدیدی که بهشون وارد میشه بی نهایت خواهد بود، چون بعضی از باشگاه‌ها نمیتونن از این شرایط به سلامت بیرون بیان و جور در نمیاد اگه باشگاه‌های دیگه برن و 80 میلیون برای بازیکن بدن. علاوه بر اون جایگشت‌های متفاوتی ممکن اتفاق بیفته. ما حتی نمی‌دونیم پنجره کی باز خواهد شد، چه باز خواهد موند و چه اتفاقی می‌افته. فعلا مشخص نیست ولی هیچکی نمی‌دونه چه اتفاقی می‌افته. به نظر میاد که پشیمون میشن که نتونستن با هالند قرارداد ببندن. آره خب من داشتم این مقالت رو میخوندم درباره ادعای باشگاه سمتوریا. میشه یکم توضیح بدی برای شنونده و بیننده هامون؟ آره این خیلی ربطی به باشگاه منچستر نداره. این مربوط میشه به وقتی باشگاه سمتوریا یه بندی توی قرارداد گذاشته بودن که وقتی از اسپورتینگ فروخته شد به باشگاهی دیگه، اونا بتونن مبلغی از قرارداد، فکر کنم حدود 5% رو بگیرن. حالا اونا ادعا دارن که باید اون مبلغ رو بگیرن از مقداری که اسپورتینگ از یونایتد تو ژانویه گرفت و فیفا تأکید کرده که باید این مبلغ رو بگیرن. پس به یونایتد مربوط نمیشه که اونا رو تحت تاثیر قرار بده یا اونا دخیل باشن. به طور کلی مربوط به قرارداد میشه که ببینن سمدوریا چند میلیون پوند میگیره. خب میخواستم درباره پست دفاع وسط هم صحبت کنیم. سر و صدای زیادی بود وقتی مگوایر اومد و خب اون بازیکن خوبی و یه نقش کلیدی تو ترکیب داشته و تحت تاثیر قرار داده بازی یونایتد، اما پول زیادی بابتش پرداخته شد. آیا راه دیگه ای بود که بشه قرارداد معقول تری باش ببندن؟ فکر نمی کنم و شما یه پول بیشتری برای بازیکنهای انگلیسی می پردازید. همه می دونستن که یونایتد یه مدافع می خواد و سولشر دنبال بازیکنهای جوان انگلیسیه و مگوایر بهتر انتخاب می بود. سیتی هم دنبالش بود.
پس فکر نمی کنم می شد ارزون تر بخرنش. و همونطور که گفتی تو ترکیب دفاع جالبه که ببینیم که کی زوج دفاعی ثابتش میشه. لیندلوف که یه مقدار متزلزل بوده. اریک بایی هم که برای مدت طولانی مصدومیت داشته. ولی از مصدومیت میاد. اونا اکسل توانزبه رو هم دارن که تلاش میکنه به ترکیب 11 تایی برسه. و رقابت زیادی بوده سر این پوزیشن. ولی لیندلوف به اندازه کافی نتونست خودش رو ثابت کنه که توی همه بازی ها انتخاب بشه. آره، خب فکر میکنم پوزیشن دفاع راست با اومدن فن بیساکا تکلیفش مشخص شده و برای سمت چپ بیشتر به براندون ویلیامز بازی دادن. آیا فکر میکنی اون بیشتر چطوری بگم یه نقش دائمی برای دفاع چپ به دست میتونه بیاره؟ من فکر کنم از زمانی که اولین بازیشو جلوی راچدیل توی سپتامبر اگه اشتباه نکنم انجام داد، اون توی بازی متعددی حضور داشته و فکر کنم قبل از اینکه فوتبال متوقف بشه و همه این داستانا توی پوزیشن دفاع راست بازی کرد و نشون داد که نگرش خوبی داره و تعهد کاری بالایی نشون داده. ولی فکر میکنم لوکشا هم قابل قبول بوده و رقابت سالمی توی دفاع چپ شکل گرفته. من نمیخوام بگم که دوباره برمیگرده تیم زیر 23 سال، ولی هنوز جوونه و اون تضمین لازم رو نداره و در مقابل لوکشا هم خوب بوده این فصل. خب تو اشاره کردی به پست شماره 9. آیا اسم خاصی هست که یونایتد دنبالش باشه؟ برای مهاجم؟ آره مهاجم نوک. دمبله اسمش اومده ولی من فکر میکنم دارم بازیکنهای زیادی رو نگاه میکنن. ولی مهمترین چیز پولیه که بابتش باید پرداخت بشه. چون شما میتونید بهترین بازیکن مثلا وینگر راست رو در نظر داشته باشید مثل سانچو که تارگت تاپی هست، اما اگه قابل دسترس نباشه چون دورتموند خیلی پول میخواد بابتش در شرایط الان، اون موقع است که شرایط دوباره باید در نظر گرفته بشه. بازیکنهای مختلف، پست‌های مختلف، اون موقع جالبه که ببینیم ترانسفر چطوری پیش میره. خب قطعا فقط موضوع یونایتد نیست و این مربوط به کل فوتبال میشه. خب میخوام درباره بازیکنهای آکادمی صحبت کنیم. آنخل گومز قراردادش به زودی تموم میشه و خب اون برنده جایزه مرفی شده که قبلا بازیکنهای بزرگی مثل گیگز و اسکولز و جدیدن رشفورد بردن. که حالا به نظر میاد بازیکنهای جدیدی که بردن خیلی موفق نبودن به اندازه قبلی ها. ولی به هر حال صحبت ها با اون چطوری پیش میره؟ آیا امکان داره بمونه و تو ترکیب باشه؟ آخرین باری که شنیدم هفته پیش بود که مذاکرات به بنبست خورده. یونایتد یه قرارداد جدید پیشنهاد کرده بود برای اول فصل، چون که قرارداد گومز ماه ژوئن به پایان میرسه و بیشتر حول این بود که چقدر دستمزدشه و چقدر بازی میکنه. ولی هنوز آنخل گومز قبول نکرده قراردادو. خب یونایتد هم چانگ رو تو همون پوزیشن داشته که خوب بوده و قرارداد بلند مدتی توی مارچ باش بستن. مشخص نیست که لیگ برتر به قراردادهایی که تابستون تموم میشه اجازه تمدید اتوماتیک تا آخر فصل رو میدن، ولی مشخصا به گومز هم اعمال میشه. گومز خیلی بازیهای زیادی بهش نرسیده از اول فصل و سولشر گفته که ترکیب خیلی آماده است و مشخص نیست بازی‌های آینده که یونایتد باید در حال حاضر بازی کنه بهش بازی برسه. میدونم که به نیل وود گفته شده که بازیکن‌های آکادمی رو آماده نگه داره که اگه تو شرایط بازی‌ها بعد از ادامه فوتبال بهشون نیاز پیدا شد استفاده کنن ازش.
اما فکر کنم شانس این که بهش بازی برسه حتی تو شرایط بازی های توی زمان کرونا خیلی کم باشه با توجه به قدرت تیم اصلی یونایتد و آمادگیشون. خب آیا هیچ بازیکن آکادمی ستاره دیگه ای هست که طرفدارای یونایتد باید نیم نگاهی بهشون داشته باشن که به تیم اصلی برسن؟ من یه مطلبی داشتم درباره هانیبال مجبری که مطمئن نیستم که تو تیم اول قبل از پایان فصل ببینمش، چون که یونایتد خیلی به تازگی از موناکو باهاش قرار داد امضا کرد تابستون قبل که آینده روشنی داره و برای زیر 18 و 23 سال چندین بازی کرده و چندین بازیکن خوب زیر 23 سال هست. من امروز یه صحبتی با نیل بود داشتم با مربی زیر 23 سال یونایتد و چند تا اسمی که اون اشاره کرد. اثان گلبریت، دیلان لویت، تدن منگی، دیشون برنارد و جیمز گارنر. و فکر کنم اونا بازیکنایی هستن که وقتی یونایتد شروع به بازی کنه بهشون فرصت داده میشه و منتظرن که به تیم اصلی بیان و سولشر نشون داده که دوست داره بهشون شانس بده وقتی بتونه. بنابراین صحبت از فصل آینده خواهد بود که خب به بعضیاشون شانس انتقال قرضی داده خواهد شد که براشون مسیر بهتری خواهد بود که شانس بیشتری برای بازی داشته باشن یا ممکنه با تیم بمونن چون سولشر فکر کنه که میتونه برای تیم اصلی اونا رو استفاده کنه. با دونستن این که فصل متوقف شده تا الان بازیکن فصل برات کی بوده؟ The season was stalled, but up until this point, who has been? این سوال سختیه. فکر کنم مارکوس رشفورد قبل اینکه مصدوم بشه یکی از بهترین فصلاشو تا الان داشت. با دونستن اینکه باشگاه لوکاکو رو فروخته و حالا بیشتر این فشار روی اون هستش که بتونه موفق باشه. من فکر میکنم یه سری از آدما میگن برونو فرناندز باید برنده بشه به خاطر تاثیر مثبتی که روی تیم داشته توی مدت خیلی خیلی کوتاهی که توی تیم بوده. من میتونم ببینم چرا همچین اعتقادی دارن. اون قطعاً تیم رو دوباره به زندگی برگردونده و تاثیرش خیلی مثبت بوده. اما تو طول کل فصل احتمالاً رشورد. فکر کنم یه سری هم باشن که بگن فرید. اگه نگاه کنیم که از کجا به کجا اومده و پیشرفتش رو ببینیم و اینکه چقدر مهمه این فصل برای یونایتد. داستان یه بازیکن خیلی فوق‌العاده نیست. چندین بازیکن بودن که خیلی خوب کار کردن و اگه بخوان بهترین بازیکن رو انتخاب کنن میتونیم چند تا برنده داشته باشیم. If they ever have an end of season awards, I think it'll be a tight one. و تو اشاره کردی به فرد. چی تغییر کرده براش؟ چون بازیش خیلی تغییر کرده از موقعی که مورینیو رفته. چه شرایطی بوده که این پیشرفت قابل توجه رقم زده؟ من فکر نمی کنم که مورینیو مشکل اصلی فرد بوده باشه. من فکر می کنم اگه نگاه کنی بازیکن‌هایی که از خارج میان به لیگ برتر طول میکشه که عادت کنم به شرایط و اون این زمان رو نداشت اولش و نمیتونستم باهاش کاری کنن که به این فرم الان برسه. بازی کرد و مشکلی که باهاش بود این بود که اولش بازی کرد و خوب نبود و تحت فشار بود و برای مدت زیادی شانس بازی پیدا نکرد و اینجوری نمیتونی اون مومنتوم رو داشته باشی. خب میدونی به یک کشور جدید میای و اون تسلسل رو نخواهی داشت. هر بار که بازی میکنی خیلی خوب نیستی و خب مشخصا فرصت بهت داده نمیشه. موقعی که بهش فرصت داده شد شروع کرد فرمش رو بهتر کنه و باهاش مصاحبه هایی بود که توضیح میداد توی این شرایط قرنطینه چطور مایکل کریک بهش کمک میکرده و خب الان مدت خوبی توی لیگ برتر بوده که ببینه و یاد بگیره و ببینه چطوری متفاوت هستش نسبت به شاختار که بازی میکرده. قطعا یه روند یادگیری رو طی کرده و الان میتونی ببینی که زمان گرفته که پیدا کنه خودشو و میفهمی اولش چرا خوب نبود، چون خیلی ها اون رو تو دسته بازنده ها قرار میدادن و الان خودش رو پیدا کرده و فصل خوبی داشته.
It's a bit unfair, but and you see now, and he's had a great season. و آخرین سوالی که میخوام بپرسم اینه که اگه شرایط خوب پیش نره برای سولشایر، به نظرت باشگاه دنبال کی میره و تو کیو دوست داری ببینی؟ Who do you think they will go after for the coaching position and who would you like? من همین صحبت رو با یکی دیروز داشتم و ازم میپرسیدن کیو دوست داری ببینی. خب حرفش بود که باشگاه به پوچتینو علاقه منده و پوچتینو جدیدن به نیوکاسل هم لینک شده بود، ولی خب جواب این سوال به زمان هم مربوط میشه. اگه قرار بود سولشر آخر فصل بره و هنوز پوچتینو بدون تیم بود، احتمال زیادی داشت که انتخاب بشه. اما اگه قرار بود چند فصل دیگه باشه فرق میکرد. خلاصه این که عوامل مختلفی هستش، ولی کلن جالب هست که چه اتفاقی برای پوچتینو میفته. مربی خوبی بوده، هنوز هم جوان هستش و خیلی جا برای پیشرفت داره. موضوع خیلی جالبی میشه که کجا مربی میشه نهایتاً، اما با شرایط الان اصلا فکر نمی کنم سولشر جایی بره. گیکس چطور؟ اون گزینه مناسبی است؟ دوباره برش گردونم. خیلی ممنون که به برنامه ما اومدی امروز. امیدوارم دوباره ببینیم تو برنامه. من خیلی لذت بردم از صحبت باهات و امیدوارم که برای تو هم همینطور بوده باشه. نه اصلا، خیلی خوب بود. خدافظ. Thanks a lot. Really appreciate it. Thank you. No problem. Take care.